من در انتخابات اسفند ماه شرکت نمی کنم، چرا که اساسا معتقدم این چیزی که ما جمهوری اسلامی بهش انتخابات میگه انتخابات نیست، یک نمایش مشروعیت و یک تایید گرفتن از مردم و تاییدیه حکومت و در رأس اون شخص علی خامنه ای، چرا که معتقدم مجلس در جمهوری اسلامی فاقد هر گونه جایگاه و شأنیت قانونی خودش هست و نمایندگان اون کسانی که وارد اون مجلس میشن افرادی هستن که از فیلتر در واقع شورای نگهبان که توسطش خود شخص علی خامنه ای انتخاب شده گذشتن، یک عده آدمی هستن که میرن اونجا میشینن و گوش به فرمان رهبری هستن و بارها هم اعلام کردن که ما تمام و کمال و سم و بک مجری عوامل رهبری هستیم. پس این مجلس نمیتونه در واقع مجری خیر و سبب خیر برای جامعه باشه، سبب نمیتونه قانون گذاری خوب بکنه و اصولا مجلس در سطح کلان سیاست گذاری و سیاست ورزی فاقد هر گونه اختیار و در واقع حقی هست. اون چیزی هم که آقای خامنه ای بعد عنوان امنیت ازش صحبت میکنه و مردم رو سعی میکنه با فریب این که اگر نیاید رای بدید امنیت کشور به خطر میفته، پای صندوقای رای بگیره، در واقع نه امنیت مردم بلکه امنیت یک اقلیت 20%، یعنی امنیت حکومت و یک اقلیت 20% وابسته به حکومت هستش که در واقع یک کشور رو با 80% جمعیتش به گروگان گرفته، تمام منابع مالی و امکانات و ثروت اون جامعه که متعلق به مردم اون جامعه است رو در واقع در اختیار خودش داره. آقای خامنه‌ای و حکومت نگران امنیت در واقع خودش و زیر دستش و حکومت خودش است و نه امنیت مردم، وگرنه ما امنیت رو داریم هر روز با چشممون میبینیم به تعبیر جمهوری اسلامی و حسش میکنیم در کشتن 1500 نفر در 3 روز، در شلیک موشک به هواپیمای مسافربری، در سفره‌های خالی مردم، در دست‌های پینه بسته و بدن‌های نحیف بچه‌های کار، در جسم و روح متلاشی شده زنان و دختران خیابانی، در زندگی سیاه و در فلاکت زده کارتون خواب‌ها و گورخواب‌های حاشیه شهرها، در آمار بالای بزهکاری، در هزاران هزار زندانی سیاسی و عقیدتی و دینی، در احکام قرون وسطایی ما داریم این امنیت که جمهوری اسلامی ازش دم می‌زنه رو می‌بینیم و مجلس هم در واقع مجری اوامر رهبر هست و هدفی جز حفظ امنیت حکومت در برابر شهروندان نداره. در واقع مجلس کارش دفاع از حقوق شهروندان و به عنوان نماینده ملت، ولی متاسفانه این مجلس نه نماینده ملت بلکه نماینده حکومت، بازوی سرکوب اون، بازوی نظامی اون سپاه پاسداران هست. من در این انتخابات شرکت نمی کنم و شرکت در این انتخابات رو در واقع تایید حاکمیت و تایید روند کنونی و تایید تمام فسادها، راندها، دزدیها، اختلاسها، سرکوبها، کشدارها و استبداد نظام جمهوری اسلامی می‌دونم و از تمام دوستان و تمام هموطنان و تمام کسانی که به آینده ایران و کشورشون علاقه مند هستن درخواست می‌کنم که در این انتخابات شرکت نکنید و بیایید یک بار برای همیشه به این حکومت بگیم که ما فریب شما رو دیگه نمیخوریم، ما دیگه اسیر بازی اصلاح طلب و اصولگرا نمیشیم، ما دیگه بازی و نمایش بد و بدتر رو انتخاب نمیکنیم، ما انسانهای فهیم، انسانهای اندیشمند هستیم و میخواهیم برای آینده خودمون تصمیم بگیریم و میخواهیم در یک انتخابات آزاد و در یک رأی‌گیری آزاد به نمایندگان منتخب خودمون رأی بدیم. ممنون.